من به آشپزی خیلی علاقه دارم و به طور جدی هم دنبالش میکنم. عکس غذاهامو که گاهی میذارم توی شبکه های اجتماعی زیاد پیش اومده با یک نظراتی شبیه به این مواجه بشم که خب چه کیت بانویی دیگه، وقت شوهر کردنته، چقدر با سلیقه. 10 سال بود وکالت میکردم که یک خانمی وارد دفترم شد، خیلی هم خانم شیک و پیک و تحصیل کرده ای بود. از من مشاوره گرفت و قرار شد که من وکیل ایشون بشم. خب حالا دیگه باید حرف میزدیم راجع به مسائل مالی پرونده. همین که من وارد مسائل مالی پرونده شدم، این خانم آشفته شد و به من گفت خانم کار، من اگه میخواستم پول به وکیل بدم میرفتم یه وکیل درست و حسابی میگرفتم، میرفتم سراغ وکلای مرد، من اینجا اومدم که پول ندم. بعد از اینکه با نامزد هم آشنا شدم، رفتار دوستام یه ذره با هم تغییر کرد و با هم یه ذره سرسنگین شدن و این تصور براشون پیش اومده بود که من بهش پیشنهاد دادم برای اینکه باهاش دوست بشم. و همیشه با خودم فکر میکردم که اگر به فرض این موضوع درست بوده، یعنی من بهش پیشنهاد داده بودم، چه اشکالی داشت؟ من وقتی گفتم که میخوام هنر بخونم یا رشته‌های علوم انسانی بخونم، اینها علاقه‌ام بودش، گفتش که خب هنر که مال زن‌هاست، هنر مال دختراست، چرا رشته مردونه نمیخونی مثل مهندسی؟ من کمیسیون انتخابات کار میکردم و میخواستم در این مراکز انتخاباتی بساحه برم، چون همکارم که مربوط با من نبود درست مریض بود، من گفتم میخوام با وکیل کوچه و یا با ملا صحبت کنم. اینا گفتن که ما نمیتونیم که با خانم صحبت کنیم، پس لطفا یک مرد بیاریم که با ما صحبت کنه. با تصویب نامه وزیر نفت دولت احمدی نژاد از کارم اخراج شدم. تصویب نامه این بود که در واقع کار کردن بانوان مجرد رو در پارس جنوبی ممنوع اعلام کرد. من شغل محبوبم قضاوت رو به خاطر زن بودن از دست دادم. توی میدون آزادی، میدون آزادی تهران، در حالی که داشت ساندویچ میخورد اومد روبرو شد با من و یه جوری که انگار که به آلت جنسیش اشاره بکنه و در این حال ساندویچ رو به سمت من گرفت، گفت میخوری. چیزی که دردناکتر از این بود، این بود که مردمی که جمع شده بودن، مردهایی که جمع شده بودن اون دور، یه جور تلخندی داشتن، یه نیشخندی داشتن که بیشتر دردآور بود. بیشتر مردا فکر میکنن وقتی که ما یک ضرری به یک دختر میرسانیم، آزارهای خیابانی را اگه ما انجام میدیم، این دختر پس بر نمیگرده، اقدامی نمیکنه، یا اگر وقتی اقدام میکنه بقیه مردم، اکثرا مردا، حمایت نمیکنن، اکثرا میگن خب آرام باش، یا که مثلا برو خیر است.